نظرسنجی تازه‌ای که از سوی انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از 50% مردم افغانستان خواستار حکومت موقت هستند. در این نظرسنجی همچنین آمده 38.61% شهروندان افغانستان جنگ فعلی را مسلمان کشی خواندند و 3.57% دیگر جنگ کنونی را جهاد توصیف کردند. از سوی هم 78.18% مردم گفتند که زعیم کشور باید رئیس جمهور باشد. تنها 6.83% با حکومت اماراتی موافقت کردند. انستیتوت مطالعات جنگ و صلح نظرسنجی تازه اش را در مورد روند صلح افغانستان منتشر کرد. این نظرسنجی بر اساس پاسخ 8500 نفر به گونه آنلاین تهیه شده. در این نظرسنجی بیش از 50% شهروندان موافق حکومتی موقت شده و گفتند اگر تشکیل حکومت موقت و انتخابات زود هنگام پیش از ختم دوره دوم ریاست جمهوری به تأمین صلح کمک کند با آن موافقت دارند. بر اساس این نظرسنجی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان یعنی 74.3% مردم گفتند اگر گفتگوهای صلح با شکست مواجه شود جنگ مانند گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، در حالی که 25% دیگر گفتند طالبان حملات نظامی خود را برای شکست دادن دولت تشدید خواهند داد. در این نظرسنجی آمده است که 38.61% شهروندان افغانستان جنگ فعلی در کشور را مسلمان کشی خواندند و 3.57% دیگر جنگ کنونی را جهاد توصیف کردند. مهمترین بخش این نظرسنجی حمایت مردم از نظام جمهوری است. 78.18% تأکید کردند که زعیم باید رئیس جمهور باشد و اما 6.83% موافقت خود را با نظام اماراتی اعلام کردند. همچنین 55.64% مردم گفتند برای حمایت از نیروهای امنیتی پس از صلح حاضر به پرداخت مالی هستند. برای بحث بیشتر در این مورد همکنون آقای دکتر عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی از طریق اسکایپ با ماست. عرض سلام دارم حضور شما. آقای نظری، یک نظرسنجی تازه نشان می‌ده که با اینکه مردم از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند اما خواهان حکومت موقت و رئیس جمهوری دیگر هستند. به نظر شما چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که مسئله این است که مردم از وضعیت ناامنی و فساد و همچنین در موارد ناکارآمدی بدنه‌های دولت راضی هستند. به این دلیل است که امید بهبودی وضعیت در واقع موافقت دارند با یک اداره جدید شما یا برخی از رسانه‌ها تحت عنوان موقت از او نام می‌برند. من فکر می‌کنم که نارضایتی مردم و گسستی که بین مردم و حاکمیت ایجاد شده در واقع عامل عمده این نظرسنجی هست و افکار عمومی از سوی دولت به درستی مدیریت نشد. بنابراین مجموعه فرآیندها منتج به این شد که این نارضایتی در بدنه‌های مختلف اجتماعی در واقع رسوخ بکنه و برآمد یا نتیجه این وضعیت در واقع نظرسنجی هست که امروزه رسانه ها او را منعکس میکنه و بازتاب میده که مردم به گونه خواستار گذار از روند فعلی و دستیابی به یک فرایند یا پروسه جدید هست که او میتونه به باور مردم مشکلات مردم را تا حدودی رفع بکنند. بله آقای نظری، حالا آیا حکومت موقت واقعا راه حل خواهد بود برای چالش ها و مشکلاتی که در کشور وجود داره؟ متاسفانه من سوال شما را متوجه نشدم، اگه دوباره تکرار کنید. با توجه به صحبت های شما آقای نظری سوال پیش میاد که آیا حکومت موقت واقعا راه حل خواهد بود برای چالش ها و مشکلاتی که در کشور وجود داره؟ خب واقعیت مثلا ایست که هنوز مشخص نیست که روند جدیدی که در افغانستان شکل میگیره میتونه مشکلات مردم را حل بکنه یا ای که بر مشکلات مردم میافزاید. ولی سرخوردگی مردم از وضعیت فعلی و خصوص
ناامنی که امروز وجود داره و در واقع فروپایی که هر روز اتفاق میفته، به خصوص در ارتباط با نخبگان، خبرنگاران و شخصیت های سیاسی و کنشگران سیاسی هم میکن. مجموعه این فرایند در کنار مشکل بیکاری که امروز برای نسل جوان و تحصیل کرده و فارغان دانشگاه ها وجود داره، کل فرایند دست به دست هم داده، باعثی شده که مردم در واقع نظر خود را در ارتباط با فرایند جدید اظهار بکنند. ولی واقعیت مسئله است که اگر تهداب روند جدید به درستی گذاشته نشود و صلح عادلانه، صادق و مثبت شکل نگیره، امیدواری وجود نداره که اداره آینده بتونه مشکلات مردم را حل بکنه. فراموش نکنیم که مشکلات افغانستان ابعاد پیچیده داخلی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. یک از اونها میتونه توازن در سیاست خارجی افغانستان باشه، که اگر دولت آینده این توازن را رعایت نکنه، باز هم افغانستان ممکنه درگیر جنگ‌های نیابتی شود و زمینه مداخلات کشورهای مختلف در افغانستان بیشتر فراهم شود، که در واقع آمد او یا نتیجه از او میتونه ناامنی گسترده باشه در افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که ما نیازمند یک تجدید نظر همه جانبه هستیم، که هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی یک سیاست متوازن معقول که پاسخگوی تمامی نیازهای مردم افغانستان و دور از هر نوع تبعیض باشه، او را در دستور کار خود قرار بدیم. تا زمانی که ذهنیت به عنوان یک گفتمان غالب و مسلط در روند حکمرانی تبدیل نشود، من فکر میکنم هر اداره ای که در افغانستان شکل بگیره نمیتونه پاسخگوی مشکلات و نیازمندی های مردم افغانستان باشد. بله، حالا بحث جمهوری یا عدم جمهوری در مذاکرات صلح هم داغ هست. فکر میکنین که حکومت با توجه به رویکرد جهانی قادر به دفاع از این ارزش خواهد بود؟ خب ببینید، مردم افغانستان و دلیل مبارزات تاریخی که داشته، از دوره مشروطیت خواهی به این طرف تا دوره جهاد مردم افغانستان و تا دوره پسا طالبا، اگر ما یک مطالعات عمیق و کارشناسی را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، خواستار این هستند که یک نظام دموکراتیک، البته با حفظ سنت های اسلامی، در افغانستان و در واقع مستقر شود و تداوم داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم که بحث جمهوریت یا هر در واقع نامی را که ما او را مطمح نظر قرار بدیم، در صورتی که خواستهای ملی، اسلامی و مدنی مردم افغانستان مورد توجه قرار بده، میتونه مورد حمایت مردم باشه. در غیر از صورت من فکر میکنم نه جمهوریت به تنهایی میتونه مطالبات مردم افغانستان برآورده بسازه و نه نظام های دیگه ای که گروه های مختلف خواستار او هستند. بحث اساسی است که قدرت و مردم واگذار شود و مردم افغانستان در تعیین سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذار باشد. اگر این فرایند مورد توجه قرار بگیره، من فکر میکنم که ما میتونیم امیدوار باشیم. در غیر از صورت هر نوع نظامی که بر افغانستان طراحی شود، اگر خواستهای واقع بینانه مردم افغانستان در مورد توجه قرار ندهد، ممکن است با فروپاشی یا قطع حمایت مردم روبرو شود. تشکر جهان، سپاس از اشتراک شما در این گفتگو. آقای دکتر عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی.